درود بر همه یاران، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز صبح در خدمتتون هستیم که فایلی که دیشب مشکلی براش پیش اومد رو اجرا کنیم و این برنامه در باب ابراهیم یزدی هست که بشناسیم که این مردک که چند روز پیش در ازمیر ترکیه درگذشت یا به عبارتی سقط شد چه کسی بود، چون که این فرد خیانتهای بسیار به کشور ما کرد، به میهن پرستان ما کرد، دستور کشتار بسیارانی رو صادر کرد و همه اینها رو ما بررسی میکنیم در این برنامه و نمیگذاریم تقدیس سازی بشه دیگه. اون دوران تقدیس سازی توسط این بچه اصلاح طلب ها و این بچه توده یا و بچه به قولی مجاهد و اینها گذشت. هر کسی خیانتی کرده به میهن پرستان ما، به کشور ما، اینها باید بیان و حساب رو پس بدن. پس در این برنامه شروع میکنیم و بررسی میکنیم این مورد رو با شما دوستان عزیز. خب، در درجه اول بیایم ببینیم که ابراهیم یزدی چه کسی بود، کجا متولد شد. ابراهیم یزدی متولد 1310 هست در شهرستان یا شهر قزوین، برخلاف اسمش که همه تصور میکنن این حالا شاید از یزد بوده. نه، این در قزوین متولد شد و پدرش از تجار بود، بچه بازاری بوده در به عبارتی. و این ابراهیم یزدی در همون کودکی و اینها به تهران مهاجرت میکنند و در سالهای اولیه مهاجرت این میپیونده به جمعیتی به اسم سوسیالیست های خداپرست. میدونید که اینها اون زمان چون که میخواستند به قولی تفکیک قائل بشن بین خودشون و مثلا کمونیست ها، چون میگفتن کمونیست ها دین ندارند، اسم خودشون رو سوسیالیست های وطن پرست گذاشتن. واقعا ببینید، سوسیالیست هم دوستان به دو نوع هست. یه نوعی داریم که مثلا در سوئد، نروژ اینها اجرا میشه که سوسیال دموکراسی بهش میگن، نشنال سوسیالیست داریم که همه اینها مقدس و خوب هست. یه نوع هم داریم، یه عده هستن به اسم، حالا اسمشون رو سوسیالیست میذارن، کمونیست میذارن، اینها هیچ عقیده ای ندارن. اینا فقط میگن هر کسی کاری کرده، زحمتی کشیده، ما بریم پولهاش رو بگیریم، خودمون هم مفت بخوریم و بخوابیم، دسترنج اونها رو غارت کنیم. این ابراهیم یزدی جزء این گروه بوده، این سوسیالیست های خدا پرست دوستان این گروه بودن. خب، حال این آقای، حیف آقا که البته براش به کار ببریم، این یزدی میرود و بعد از 28 مرداد هم به نهضت آزادی میپیونده، به ملی مذهبی ها میپیونده. البته اون زمان ملی مذهبیون بودند و بعدش تشکیل شد نهضت آزادی و این صحبت ها. تا اواخر دهه 1330، اواخر دهه، نه اول دهه، ایشون چه میکنند؟ به مانند تمام خیانتکاران، به مانند تمام کسانی که شاهنشاه آریامهر اونها رو برای درس خوندن به خارج فرستاد و رفتن اونجا و دشمن شاه شدن، به مانند اون بازرگان که حالا اسمش هم مهندس بازرگان گذاشته بودن و توی غربت دنبال آفتابه میگشت و به اون مثل اون صادق قدزاده و همه این کسانی که به اسم تحصیل به خارج رفتن، از بودجه شاهنشاه آریامهر استفاده کردن، پاسپورتشون رو برداشتن، این هم رفت به خارج که درس مثلا بخونه که تو سرش بخوره اون درسش، و به آمریکا رفت برای خوندن دکترای، برای خوندن داروسازی. ببینید انسان چقدر باید بی شرافت و نمک نشناس و حرومزاده باشه واقعا دوستان، که پادشاه کشوری رو
که این رو بورسیه میکنه میفرسته خارج برای درس خوندن، بیاد اونجا علیهش توطئه چینی کنه. انسان نمک نشناس تو همه مراحل زندگی دوستان بشناسید و اینها رو حذف کنید از زندگیتون. اگر دیدید کسی نمک شناس هست، قدر شناس هست، سپاسگزار هست، اون انسان مفیدی است. ولی وقتی که این حروم بازی ها باشه، حروم زاده بازی ها باشه و فقط سوء استفاده باشه، حالا از پادشاه مملکت، از شخص، از هر کسی، اینها در هر زمانی امکان خیانتشون وجود داره. ابراهیم یزدی یکیش، قدزاده یکیش، اون بازرگان یکیش، همه اینها، همه این آشغال هایی که با پول شاهنشاه یامر با بورسی های شاهنشاه فرستاده شدن رفتن خارج کشور و خیانت کردن. خب این بلند شد و رفت به قولی به آمریکا و در اونجا هم جمعیت انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان رو تشکیل دادند و اونجا به هر حال توطئه میکردن علیه میهن، علیه کشور، علیه شاهنشاه و همین پروسه به ترتیب ادامه یافت، ادامه یافت تا نزدیک شدیم به زمان شورش 57 که در سال 56-57 این بلند شد و با خمینی از عراق به نوفل‌لوشاتا رفت، به اون روستا در فرانسه، و با هم زیر درخت سیب با خمینی میشستن و توطئه میکردن هر روز. خدمت شما که عارض باشم، این مسئله تا زمان شورش 57 آغاز میشه و اینها باز میگردن به کشور و داستان اصلی جنایات ابراهیم یزدی از اینجا شروع میشه. اینها باز میگردند و شورش بزرگی رخ میده. همه گروه ها هستند، همه گروه ها، از مجاهد هست، توده‌ای هست، آخوند هست، فدایان خلق اکثریت و اقلیت که دیدم یکی از گروه هاشون هم اومده بودن و تسلیت گفته بودن هست، همه اینها هستند، مصدقی و نمیدونم ناملی و همه اینها هستند، دست به دست هم خیانتکاران، مهرهای استعمار میان دست به دست هم میدن و در یک شورش کشور رو تصرف میکنن، در مقطعی که به هر روی خود شما همه بهتر شاهد هستید کشور در یک مقطع تاریخی بود. خلاصه اینها در شب اول و تصرف تهران میان و تیمسار رحیمی، مهدی رحیمی رو میشناسید، اون بزرگ مردی که به دست همین یزدی خائن دستور قطع دستش صادر شد، چرا که این دست سلام شاهنشاهی میداد. این گفته بانو منیجه رحیمی هست، همسر زندیاد مهدی رحیمی. این فیلم محاکمه تیمسار رحیمی رو ما ببینیم اول، بعد برمیگردیم و صحبت میکنیم راجب این موضوع، ببینیم که این مردک، این ابراهیم یزدی، اون اول انقلاب چه به قولی آتیشی میسوزوند و ببینید چجوری داره نشسته و تیمسار رحیمی رو تحت فشار قرار داده و چه با صلابت تیمسار رحیمی نشسته و تو دهن همشون میزنه. ببینید همه نشستن این تیمسار رحیمی رو محاصره کردن، تحت فشار گذاشتن، ولی نشسته با صلابت. فرق ارتش شاهنشاهی با این دگوری های چی بگم زنازاده این هست، با صلابت نشسته، یک قدم هم کوتاه نیومد با وجودی که محاصرش کرده بودن، تحت فشارش قرار داده بودن. این فرقش است. فردا باور کنید همین آخوندها رو مردم دستگیر کنند، از همون هنوز خبر به قولی سقوط رژیم نیومده، ریش و میش و همه چی رو میتراشند، کراوات میزنند، میان تو خیابون که مردم کارشون نداشته باشن. باور کنید، چون اینها اینقدر ترسو و پست هستند. ولی خب مشاهده کنید اینجا تیمسار رحیمی چگونه پاسخ میده. این مصاحبه رو ببینیم، این بازجویی در واقع تیمسار رحیمی رو در همون
اوایل انقلاب. شرحی دارم اینو بخونم. همیشه تاکید میکردیم که خون از دماغ کسی نیاد، یعنی تا این حد راضی به خواست دو تا چند موفق تلاش میکردیم که هر چقدر که مانه توفیق بشه که کشت و کشتار نشه. این احتمال است که شما امشب رو هم در اینجا به سر رسید. تکلیف افراد فرماندار نظامی تهران چی هست؟ کی به اونا امشب رو باید به چه صورت با مردم سر کن؟ اینا یه برنامه دارن، یه مقرراتی دارن، مقرراتشون اجرا میکنن دیگه. وظایف وجدانی و وظایف خداییشون باید انجام بدن. یعنی اینکه بازم اگر مردم هیچ وقت ما علاقمند نیستیم که، و این رو هر وقتی که من به افرادم باشن میگم. شب تو تلویزیون پخش میکنن از ایران اینو به من که من تکشون چیه؟ خودشون میدونن تکشون چیه. شرف با حقیقت و به اصطلاح در بوی سانه دیدیم زده که دیگه از مسئولیت هایی که شما داشتین. منظور من اینه که آیا اگر مدر نظامی باید سیپ پادگان های خودشون برگردن یا نه؟ یعنی چی برگردن؟ آیا بازم در خیابون ها بیان یا برگردن تو پادگان هاشون امشب؟ هرچند که ساعت من عبور و مرور هست، ساعت من عبور و مرور کنترل میشه. یعنی اگر کسی در ساعت من عبور و مرور آمد بیرون بازم نذاشت بینه که به هر من؟ ابدا ابدا ابدا. و چیکار بکنم؟ ساعت های من عبور ساعت یک وقت هستش که یک کسی مثلا جواب منو بدید. جواب من از جواب در نمیاد. اما شما در حضور ملت ایران قرار گرفتید. هر نظری که الان شما بدید کسی که از نظر قضایی صلاحیت داره منعکس خواهد شد، سخت خواهد شد. شما بفرمایید که امشب شما تهران بودید، آیا امشب با اعطای شما باید برگردن تو پادگان آیا تو خیابونا بمونه؟ بعد بیان کنترل عبور مرور رو به عهده بگیرن. کنترل فقط عبور مرور رو؟ فقط اداره راهنمایی هستن؟ نه. وقتی که فرماندار نظامی هست میشه مثلا فرماندار نظامی کنترل عبور مرور ساعت 12 ببرد. میشه همونطور که میدونه بختیار استعفا داده. شما هم اینجا هستی؟ من نمیدونم. آیا مسئولی نمیدونه شما باید چی کار بکنه؟ وظیفه شون انجام میدن در جهت انجام میدن در جهت وجدانی و خدایی خودشون انجام میدن. پس قوانین رو باید زیر پا بذارم، فقط مطابق وجدان و انسانیت شون رفتار بکنن. و مقاطعی که بهشون ارائه شده چی ارائه داده اینا رو؟ قانون مقررات هست دیگه، قوانین هست. بله، مشاهده فرمودید دوستان که این مردی که ابراهیم یزدی چگونه تحت فشار قرار داده بود و تیمسار رحیمی چه با صلابت در دهنشون میکوفت، یک لحظه عقب نشینی نمیکرد از مواضع. خیلی مهم هست دوستان، شما دستگیر شده باشید، تحت بازجویی باشید، تحت به قولی شکنجه باشید، بدونید که اعدام در انتظارتونه، عقب نشینید، التماس نکنید، وفادار بمونید. اینها همه به قولی ارزش محسوب میشه دوستان، اینها ارزش هست که خوشبختانه یزدی مرد، رفسنجانی مرد، خمینی مرد، ایران باقی مونده دوستان، ایران باقی موند. امثالی چون تیمسار مهدی رحیمی یادشون باقی مونده. حالا مشاهده کنید مردم، من در آخر نشونتون میدم در این توییتر یا فیسبوک، مردم هرج و قرب به تیمسار رحیمی میگذارن یا به این مردک یزدی. جوانان که نه تیمسار رحیمی رو دیدن، نه ابراهیم یزدی رو دیدن، نه خمینی رو دیدن، به کدوم بیشتر احترام میگذارن؟ من این رو تو توییتر نشون میدم از تاپ توییت ها، و
و خواهید فهمید که جوانان به سمت چه کسی هستند، به سمت وفاداران و میهن پرستان هستند. این رو در آخر بهتون نشون میدم. ولی در همین مصاحبه دوستان یک تیکش رو من جدا کردم، یک آخوند هم اومده بود. دوستان دیشب نوشتن که این صدای خلخالی هست که دوباره تیمسار رحیمی رو تحت فشار قرار داده که بله کار شما از نظر خدایی و از نظر قرآن و از نظر نمیدونم چند تا آخوند اومدن به شاه حکم خیانت شاه رو صادر کردن، آیا شما چرا از اون طرفداری کرد؟ این دلیل این هست که ما میخوایم این آخوندها رو به زیر بکشونیم عزیزان. دلیل به زیر کشوندن آخوند همین هست که فردا نیان یک عده رو دوباره تحریک کنن. وقتی همه اینها به زیر کشیده شدن دیگه اجازه رشد ویروسی به اینها نباید داد، چون اینها هر موقع خواستن در این تاریخ 1400 سال مردم رو تحریک کردن، از احساسات اونها سوء استفاده کردن، به اسم دین، به اسم اسلام، به اسم پیغمبر، به هر اسمی، و یک بار اینها یک بار به زیر کشیده میشن. ببینیم این فیلم رو. و البته یادمون نره اون باری که به زیر کشیده شدن دیگه رحم و مروت به اینها جایز نیست عزیزان، رحم و مروت جایز نیست. اینها حسابشون رو پس دادن، یه حکومت هم از ما مردم طلبکار بودن اومدن گرفتن، حسابشون رو هم پس دادن که چگونه رفتار کردن. بذارید ببینیم این قسمت دوم رو. شرعی دارم چی رو گفتم من میخوام برم اون عبارت دسته که شرعن مراجع دین و علمای دین به نظای اصل دوم متمم قانون اساسی که مبود داری حق به تو در قوانین دارن. اونها خودشون به سرامه اعدام کردن که از 3 ماه و 4 ماه در شاهین به اون شاهین نداری و در ما خوردی به عنوان مملکت و به شاه و فادار باشید. آقایون مراجع در تمام رساله ها یه نفرم حدود نداره بگوید این قسم به این قسم در این قسم باید به تالله و بالله و بالله باشه. بله بله مشاهده کردید که چگونه این آخوند که حالا گویا خلخالی بوده اومده بود و تحت فشار قرار داد. خلخالی رو هم که شاهد هستیم، تمام اینهایی که با شاهنشاه دشمن بودن همشون به روزگار سیاه نشستن. همین خلخالی شده بود 10 کیلو در آخر عمر، زیر خودش ادرار رو مدفوع میکرد، کرم کرد تا مرد. همین کسانی که اومدن و کشور ما رو تخریب کردن، به شاهنشاه خیانت کردن، و همیشه من میگم شاهنشاه مظلوم واقع شد در این قضیه. خب پس این رو دیدیم، این جناب آقای یزدی که حالا یه عده ملی منقلی دنبال اینها میدوند، حیف نام ملی و حیف نام بقیه نام ها که روی خودشون میگذارن و مصادره میکنند و به قولی جنازه رو برداشتن و در تهران میچرخونن یا حسین میر حسین هم میگند. این فرد رو ما دیدیم، نقاب ها باید برداشته بشه، اینها رو مردم بشناسند، به خصوص بچه های درون کشور. البته همه دیگه اطلاع دارند، ولی که ما میخوایم یه خورده مفصلتر صحبت کنیم که جنایات اینها آشکارتر بشه. بعد میایم به قسمت بعد میرسیم. قسمت بعدی مصاحبه یزدی هست با بی بی سی. اینها اومدند و
به قولی دولت موقتشون رو که تشکیل داده بودند. حالا ابتدای انقلاب یک سری اعدام ها شد، ولی این اعدام ها همچنان ادامه میافت. یعنی حالا 3-4 ماه از انقلاب گذشته بود و جهانیان هم حیرت کرده بودند از این اعدام ها، اعدام های فله ای، تیربارون های فله ای. و گویا رادیو بی بی سی انگلیسی، بخش انگلیسی تماس میگیره با ابراهیم یزدی، سوال میپرسه که تا کی این اعدام ها میخواد ادامه پیدا کنه، و این مردی که ببینید چگونه پاسخ میده. و این تیکر رو ببینیم. He did not say that he will resign. He didn't say that he will resign. He just denounced some of the method that they are using. But you have to remember that this is a revolution. This is not a Madison Avenue show that you wanted to, you know, this is a revolution. What do, you know, what do you expect from the revolution? How long is the revolution going to go on for, Dr. Yazdi? How long is this kind of revolution going to go on for? How long will it be before you get some kind of order in your affairs? It doesn't matter. It doesn't matter how long. You know you have been witnessing the crimes of the Nazis in Germany, and you didn't denounce the way that people, they executed those criminals. Now, I don't know why you're so much concerned about the bunch of criminals here that they are putting the trial. So you find it quite acceptable that this kind of retribution is being taken now? Well, I'm telling you, they deserve, because they have committed crimes. Whether they have to be killed with 10 bullets, I will make your recommendation to them that they should be killed with 12, not 12 bullets, probably with 2 bullets in their head. I will hire some sharp shooters, probably from England or from America, to make 1 bullet in their head. مشاهده فرمودید دوستان، این ببینید چه با وقاحت میگفت که من تیرانداز استخدام میکنم که از آمریکا و انگلیس بیان که به جای 12 گوله 2 گوله بزنن. این وزیر امور خارجه بوده، تحصیل کرده بوده، به اصطلاح ملی مذهبی بوده، خیلی افتخار میکنند که ما ملی مذهبی هستیم. حالا چند تاشون رو نشون میدم از این جا اندازها که تسلیت گفته بودند به برای سقط شدن ابراهیم یزدی رو به شما نشون خواهم داد. ولی این فرد واقعا وقتی آدم میشینه محاسبه میکنه، چون در این جریان انقلاب ها بیشترین سعی میشه بر نابودی ارتش های کشورها اگه توسط استعمار انجام بشه و ضعیف کردن اون کشور، و دقیقا این فرد همون وظایفی رو انجام میداد که به عهده‌اش گذاشته شده بود و نابودی ارتش رو وظیفه داشت، نابودی به قولی همون لغو خرید قرارداد F-14 ها رو به عهده داشت. و میبینیم چه خیانت های بزرگی انجام داده. حال ببینیم که چه موردی. یک مورد هم یادم اومد، یک بنده خدایی هم هست، یک برنامه هم ما راجبش ساختیم، یک کتابی داره، هی تفعل میگیره به این کتاب، یا شیخ نمیدونم چیچیک آیت الله، هی ور میداره و تفعل میگیره، باز میکنه میگه این که الان مرد جاسوس روسا بوده، این که الان نمیدونم اونجا داره مبارزه میکنه اینم جاسوس کاگبه بوده، شهبانو هم که جاسوس بوده، شاهزادم که این تفعل میگیره هی با این کتابش. صحبت ها هم دوزار ارزش نداره دوستان. این برای این هست که نوعی اگر مغرضانه نباشه و از روی احمقیت باشه، و این صحبت ها فقط این رو به ما میرسونه که اصلا آمریکا هیچ نقشی نداشته، کارتر هیچ نقشی نداشته، همه کارها رو روسیه انجام داده. نه، این چنین نیست، همه نقش داشتن در این انقلاب ننگین، در این بدبختی بزرگ ملت ایران همه نقش داشتن،
همه مهره های خودشون رو داشتن. یعنی بی خود تفعال به این کتاب نگیرید، باز کنید و هی هر کسی رو هر اتفاقی افتاد بگید و تو این کتاب نوشته شده که نمیدونم این جاسوس کاگبه بوده، اون جاسوس فلان بوده. این رو هم خواستم بگم، دوستان برام کامنت گذاشته بودند. خب بعد در جریان بعد از شورش 57 دوستان، به قولی اینها دیگه شروع میشه به تقسیم قدرت. اول یه دو تا عکس رو هم ببینیم. عکس این عکسی رو که میبینید عکس تیمسار رحیمی است که با صلابت نشسته، این هم عکس مردی که ابراهیم یزدی هست، اونم یه آخوند پشت سر و به هر حال یک آخوند هم در دست چپ و تمام شورشیان هم جمع هستند. میبینیم که اینها موند و چه کسی خدا بیامرزی مردم رو میطلبه الان و چه کسی فحشهای مردم رو میطلبه. این بسیار مهم هست، بسیار مهم هست. و بفرمایید این هم عکس دوم هست. ببینید این در اینجا گفته که میخواهیم آثار 2500 ساله فرهنگ استبدادی را بزداییم، یعنی همون فرهنگ شاهنشاهی. بعد اینا اسم خودشون رو هم ملی گذاشتن، ملی. اینا چه ملی هستن؟ اینها استفاده از واژه ها میکنن، همون جوری که اصلاح طلب ها واژه اصلاح طلبی رو مصادره کردن و به استمرار طلبی میپردازن، اینها هم واژه ملی، ملیون یا هر چیزی رو مصادره کردن، واژه های خوب رو مصادره میکنن، دقیقا برعکسش انجام میدن. اصلاح طلبه میاد واژه اصلاح طلبی رو مصادره میکنه، استمرار طلبی انجام میده. اینها میان واژه ملی رو مصادره میکنن، عکسش رو انجام میدن. یک ذره اندیشه ملی و ناسیونالیستی در هیچ کدوم از اینها نبود، هیچ کدوم. از اون بزرگشون که مصدقشون باشه تا این کوچیکشون که همین اتو ازگل ها باشن، یک ذره اندیشه ملی اینها نداشتند، یک ذره. بعد اینها دوستان سر تقسیم قدرت به عبارتی جنگ و دعوا میشه. اینها هم اینو قدزاده و این و قدزاده، این دوتا انگلیسیشون هم خیلی خوب بوده، به هر حال با بودجه های شاهنشاه آریامهر رفته بودن و درس خونده بودن، شده بودن زبون خمینی. خمینی مثلا میگه ما اعدام میخوایم، اینا ترجمه میکردن نه هیچ اعدامی وجود نداره، کمونیست‌ها آزادن. هی اینا رو به رسانه ها میگفتن. خمینی یه چیز دیگه میگفت، اندیشه های خمینی به طور واقعی و اوریان بود، اینا یه چیز دیگه ترجمه میکردن برای خبرنگارا. پوزش دوستان تا حدی که علی جنتی نقل قول میکنه که در کتاب خاطراتش که خمینی گفت بابا جون من نماینده ندارم، من نماینده ندارم، این قدزاده و این یزدی نماینده من نیستن. خب اینا داشتن ماله میکشیدن دیگه، نمیذاشتن چهره واقعی خمینی آشکار بشه پیش دنیا. و خمینی هم اعتراض کرد و گفت من اصلا نماینده ندارم. پوزش دوستان یه مقدارم صدای ما گرفته به خاطر این مردی که یزدی و این جنایتاش. خب بعد در دولت بازرگان این ابتدا میاد و معاون نخست وزیر میشه. بازرگان نخست وزیر، این میشه معاونش. کریم سنجابی که استعفا داد، این اومد شد جاش وزیر امور خارجه تو دولت موقت. خلاصه این کارهای دولت موقت و اینها ادامه پیدا میکنه و خیلی این بازرگان و این یزدی و اینها، اینا مهره آمریکا بودند، خیلی علاقه داشتند به برقراری رابطه با آمریکا. در مقابلشون یه عده دیگه مهره روسیه بودن، مثل موسوی و مثل نمیدونم خود خامنه ای، خود اینا علاقه به چپی داشتن، چپ میزدن اینا راست میزدن. خلاصه
مثل مثلا خود احمد خمینی اینها، یا بعضی هاشون هم میترسیدن از رابطه با آمریکا، میترسیدن که مثلا آمریکا رابطهش درست بشه، نه اینکه حالا اینها رو سر کار نه، آمریکا همه اینها رو کمک کرد و سر کار، و میترسیدن مثلا خمینی رو ورداره یه آخوند دیگر رو بذاره جاش، مثلا طالقانی رو بذاره جاش یا مجاهدین رو بذاره جای اون. یه خورده از این چون میترسیدن به شدت مخالف این رابطه بودن که اینها برن و رابطه برقرار کنن با آمریکا. این یزدی بلند میشه و سر خود میره در الجزایر با برژینسکی به عبارتی مذاکره میکنه. این خبر تو تلویزیون ها و روزنامه ها پخش میشه و به گوش خمینی میرسه و خمینی هم بسیار عصبانی میشه که اومدن حالا زیر آب اینو بزنن و صندلی رو زیر پاش بکشن. میاد و در رسانه ها یه سری نامنگاری ها و اینها میشه. خمینی هم میگه که اینها جاسوس هستن، یعنی اتهام جاسوسی رو به اینها میزنه و خلاصه روابط شکراب میشه و اینها از دولت موقت استعفا میکنن. سفارتگیری و این داستان هایی که همتون میدونید پیش میاد و به هر روی سه تا مخالف یا چند تا مخالف سفت و سخت داشتین یزدی در همون ابتدای انقلاب توی همون باند خمینی و مافیای خمینی، که الان اینها شدن به عنوان الان با همدیگه یکی شدن، چون که خامنه ای اومد همه اینا رو کنار زد، همه اینها رو باند چپی و راستی و همه رو کنار زد، خودش اومد بالا، هیچ کس رو هم تحویل نگرفت. بعد اینا الان با همدیگه یکی شدن. حالا ما مخالفان این یزدی رو یه نگاهی بهشون بندازیم. یکیش جناب یا حسین میر حسین بود که یکی از مخالفان سرسخت ابراهیم یزدی محسوب می شد. دومینش که کوسه رفسنجان در دست راست هاشمی رفسنجانی هست، این هم یکی از مخالفان یزدی بود در همون ابتدا. یه فیلمی هم هست که تو مجلس دارن به گویی بازرگان سخنرانی میکنه و میخوان بزننش و رفسنجانی نشسته میخنده. بعد اینا همه با هم شدن. چرا؟ چون خامنه همه اینا رو از قدرت بیرون کرد. و یکی دیگه هم احمد خمینی بود. این هم خیلی با یزدی دشمن بود و به قولی یک جریانی هم حتی داشتن به دادگاه کشید. یزدی اومده بود و بعد از اینکه خمینی یک نامه داده بود که اینها، یعنی همین نهضت آزادی ها، از منافقین هم حتی بدترن، و بعد از مرگ خمینی اومد و گفت که نه، این خمینی ننوشته، اینو احمد خمینی نوشته، و حالا جریان اومد به دادگاه کشیده شد و غیره، و بعدش هم اثبات شد که حالا تو باند مافیایی خودشون معلوم نبود کی نوشته باشه کی ننوشته، بهش کار نداریم. و دروغ ابراهیم یزدی ثابت شد توی دادگاه خودشون و جریمه شلاق براش بریدن که افتادن به دست و پای حسن خمینی، به دست و پای احمد خمینی، و از احمد خمینی خواستن که این شلاق رو نزنن به یزدی، و خلاصه این جریان هم فیصله پیدا کرد و شلاق هم نخورد در واقع. یه دونه دیگه از دشمناش این محتشمی پور بود. محتشمی پور اون زمانه که اینها در مجلس بودن، میدونید که یزدی بعد از یزدی و بازرگان اینها بعد از دولت موقت رفتن در مجلس ثبت نام کردند و نماینده شدن. این الان شده رئیس اصلاح طلب ها دوستان. میبینید این مردی که محتشمی پور رئیس اصلاح طلب ها هست. این اون زمان که وزیر کشور بود نامه میده به خمینی که اینها اصلا جنگ رو قبول ندارن و دخالت میکنن و نمیدونم از این صحبت ها. خمینی هم میگه اینها از منافقین بدترن، منظورش مجاهدین بوده. حالا این مردی که هم الان شده رئیس اصلاح طلب ها و داد اصلاح طلبی میزنه، دوستان هیچ کدام از این دک و دوزاری ها رو باور نکنید.
نه زندانی سیاسیشون رو باور کنید، نه ماهیتشون رو باور کنید، نه اعتصاب غذاشون رو باور کنید. همش دروغ هست دوستان. میشینن در ایران براتون زندانی سیاسی میسازن. یک نفر از زندانیان سیاسی هوادار پادشاهی سخن نمیگه. همش فقط همینا تو رسانه هستن. 4-5 تا آدم شدن. برید از بچه ها بپرسید تو این زن. اصلا اوین نمیفرستن بچه های هوادار پادشاهی رو. برید بپرسید از یاران که چه به سر زندانیان هوادار پادشاهی اومد. بعدم صادر بکنن به خارج و با هواپیمای درجه یک و اینها به عنوان مخالف اپوزیسیون رو هم بسازن. هم اپوزیسیون رو میسازه جمهوری اسلامی، هم دولتش هست، به اون میگه حالا با من مخالفت کن. خیلی کارش رو خوب انجام میده. یه عده ساده لو هم هستن مثل آقای میبودی، بلند میکنه یکی مثل سازگارا رو هی تو تلویزیونش، آخر هم سازگارا میاد میزنه تو دهنش. فیلمش رو خواهیم دید دوستان، فیلمش رو خواهیم دید که در باب همین یزدی بود. خلاصه جریان میرسه به محتشمی پور و همون سال 66 که نامه دادند و دیدار کردند و خمینی هم حتی کروبی هم اون زمان مخالف این یزدی و اینها بوده. بعد همشون اینها با هم شدند بر اساس منافع، بر اساس اینکه خامنه اینها رو کنار زده بود. خب میایم صفحه بعدی. خیلی این یزدی داستان زیاد داره دوستان. این دیگه کارهاش رو ادامه میده که تا سال 73 میشه رئیس نهضت آزادی، دبیر کل نهضت آزادی. و بعد هم توی مقطعی که شورای شهر بود، شورای شهر دوم، این نهضت آزادی ها اومدن و در انتخابات شرکت کردن که یک شکست فاحش هم خوردن. خیال میکردن حالا مردم پشت سر اینها افتادن، شکست خوردن و دیگه کمرنگ شدن در عرصه سیاسی. و خلاصه تا سال 95 که ایشون بلند میشه میاد ترکیه که بره پیش اربابش یعنی آمریکا. ارباب هم که دیگه دیده این فایده ای نداره و هیچ کاری از دست در نمیاد، راهش نداد به آمریکا. همین در خاک ازمیر در این سرزمین زیبای ترکیه سقط شد و جنازش فرستاده شد ایران. ببینید تفاوت عزت، تفاوت این که خداوند، تفاوت این که اهورمزدا بخواد یک نفر رو بالا ببره و تفاوت خفت چگونه هست. چگونه به خفت در اینجا مرد و هیچ کس هم به نیکی ازش یاد نمیکنه دوستان، غیر از همون یه عده خاص شورشی 57 که کشور رو به خاک سیاه نشوندن که حتی خیلی هاشون هم مخالف همین هستن. هیچ کسی از اینها به نیکی یاد نمیکنه. یک مصاحبه ای داشت بانو منیجه رحیمی، همسر تیمسار رحیمی. این مصاحبه رو هم ما ببینیم دوستان. مصاحبه جالبی بود، چندی پیش با آقای چالنگی انجام داده بود. درباره ابراهیم یزدی گفتنی ها بسیار هست که به مرور خواهیم گفت، اما در این شماره از برنامه با من و شما هستند خانم منیژه رحیمی، همسر روانشاد تیمسار مهدی رحیمی. با سلام و درود به شما سرکار خانم رحیمی در لندن. سلام عرض میکنم آقای چالنگی. به اندازه شما خوب صحبت کردین و تمام دردهای منو تشریح کردین که واقعا این همون چیزی بود که من میخواستم بگم. ولی من عاشق ایرانیام، ولی من امروز از دیروز سالا با اینکه یزدی در 90 سالگی مرد، ولی به اندازه خوشحالم و انرژی گرفتم، چون من جسمن مریضم 5-6 ماهه، ولی جون گرفتم که فعالیت کنم و دل آرزوم این بود که مرگ اینو میدیدم، ولی نه در 90 سالگی. یزدی کشی بود که آقای نوریزاده خیلی خوب میدونن، کسی بود که بالا پشتبون میره و فرمون میده دست رحیمی رو قطع کنین، همون دستی که سلام شاهنشاهی میذاشت. بله
مشاهده فرمودید که همسر داغ دیده تیمسار رحیمی هم خوشحال بود از مرگ این مردک. اصلا این یک فلسفه ای ما بین ایرانیان هست، میگن از مرگ هیچ کس خوشحالی نکنیم. چرا خوشحالی نکنیم؟ چرا از مرگ یک خائنی که کشور ما رو به روزگار سیانشون، دلیل آوارگی بسیاری از دوستان که الان تو خارج هستند و با بدبختی زندگی میکنن، همین یزدی و بازرگان و اینها بودند، اینا خمینی رو تو ماه پیدا کردند و ورداشتن و بردن حقنه کردند به مردم ایران، چرا خوشحال نباشیم؟ باید شاد بود در این روزها، و به خاطر این بیشتر شاد بود که اینها به مرگ خفتبار میمیرند. در گذشت شاهنشاه آریامهر رو ما دیدیم، چه عزتی، چه احترامی، تمام مصر، تمام قاهره به احترامش اومدن در خیابون. در گذشت اینها رو هم دیدیم، چهار تا آدم دنبالشون راه افتاده بودن، از همین ملی منقلی ها و یا حسین میر حسین و از این صحبت ها. در اینجا به خفت. و مهمتر از همه این هست که چگونه نام برده میشه از اینها، و خوشحال هستیم، شاد هستیم. هر چقدر از این آشغال ها کم بشن فضا بازتر میشه. همه اینها مردند، رفسنجانی مرد، یزدی مرد، همه اینها، خمینی، ایران باقی مونده دوستان، ایران، ایران باقی مونده و خواهد موند. این آشغال ها یک مقطعی میان و میرند، ما هم کشورمون رو پس میگیریم، ولی بعد از این میدونیم با آخوند چه باید کرد، و آخوند و بچه آخوند و بچه آبازاری متوسل با آخوند. بازاری هم دو گونه هستن، یک گونه انسان های آزاداندیش هستن، یک گونه شون متوسل به آخوند هستند. با اینها ما میدونیم چگونه رفتار کنیم از این پس. و بعد از مرگ این رحیمی هم یک عده نوچه اینها راه افتاده بودند که توی این تلویزیون ها تعدادشون هم خیلی کم شده، الان شاید 5 نفر هم نشن. ببینیم، بریم چند تاشون رو مشاهده کنیم. یکیش که این مردی که سازگارا بود حتما نگاه کنیم، و اینها رو این تلویزیون های لس آنجلسی واقعا ایراد بهشون وارد هست، بعضی هاشون البته، خیلی کم پیدا میشه تلویزیونی که اینها رو راه ندن در شبکه هاشون. ور میدارن میارن توی تلویزیون، خوب که بزرگ شدن، خوب که در دید قرار گرفتن، خوب که تریبون مجانی در اختیارشون قرار دادن، سر آخر هم اینجوری میان و میزنن توی دهن برگزار کننده یه برنامه. مثلا مثل آقای میبودی، حالا آقای میبودی یک فرد با سابقه هست در تلویزیون ها، شناخته شده هست، اشتباهات بسیار هم داره، یکیش این هست که از دموکرات ها همیشه دنبال رو به دموکرات ها هست و خیلی از این جور کارا. ولی که خب ببینید چگونه این سازگارا اومده و تو دهن میبودی میزنه تو برنامه زنده. این رو ببینیم دوستان. آقای سازگارا، به نوعی این روشنفکران مذهبی ما اینا کلاهبرداری کردن. خب واقعیت همینه دیگه، یعنی واقعا وقتی نگاه میکنیم به مجموع اطلاعاتی که در همون نفل و شتو به دنیا داده شد درباره آرمانهای آقای خمینی، حالا میخونیم متوجه میشیم که چی کلاهبرداری بزرگی صورت گرفته، چقدر دروغ گفتن به دنیا. من لغت کلاهبرداری، البته آقای میبودی نمیدونم حالا چطور شما جرأت میکنین لغت رو به کار ببرین، ولی آقای خمینی این حرفایی که مصاحبه‌هاش الان چاپ شده که در مجموعه صحیفه این بیش از 300 مصاحبه است، این حرفا رو خودش زده. اصلا اینطور نیست که آقای خمینی یه چیز دیگه گفته، یه چیز دیگه ترجمه. نه آقای خمینی طرفدار دموکراسی بود در ایران، دموکراسی میخواست، منتها آقای خمینی خودش طرفداری آزادی زنان بود، مسئله حجاب هم که ایشون میگه مشکلی نداره. همین آقای خمینی سعید نور هست، همینا رو گفته واقعا. بله مشاهده کردید، اصلا میبودی شل شد. برید فیلمو بعدا نگاه کنید، یه لحظه روی صندلی بود اینجوری شل شد افتاد از این جواب این بچه ملی منقلی و این نهضت آزادی و اینها، این سازگارا. شما وقتی که به بنیانگذار سپاه اعتماد میکنید، به ویران کنندگان ایران اعتماد میکنید، به کسانی که دنبال خمینی راه افتادن، الله اکبر خمینی رهبر، اعتماد میکنید، نتیجه جز این هم نداره جناب میبودی.
شوخی که نداریم. این روند باید خاتمه پیدا کنه تو این تلویزیون ها. اگر خاتمه پیدا نکرد به نظر من همه این تلویزیون ها رو تحریم کنید دوستان. الان چیز مقدس، پدیده مقدسی به اسم اینترنت وجود داره و انسان ها به راحتی میان میتونن بیان اظهار نظر کنن. کامنت ها وجود داره، میبینید توی یوتیوب خود من هزاران کامنت میاد که خیلی هاش هم دشمن هستن، ولی خب خوب هست. اگر دیدید این روند رو تلویزیون های هوادار پادشاهی ادامه دادند و از شورشیان و از به قولی کسانی که دستشون به خون مردم ایران آلوده بود هی آوردن تو تلویزیون، این تلویزیون ها رو تحریم کنید، بذارید برن برا خودشون. شما بودجه ندید، پشتیبانی نکنید، اینها سقوط خواهند کرد، مطمئن باشید. قسمت بعدی یکی دیگه از این نوچه ها رو ببینیم. این فرد پیمان عارف، بفرمایید. انا لله و انا الیه راجعون. این مرتیکه رو که پلیس ترکیه چندی پیش بیرون کرد از خاک ترکیه، چون اینها همشون جاسوس های دو جانبند دوستان. این هم این یکی از جاسوس های دو جانبه بود، یزدی جاسوس دو جانبه بود. کلن اینها در جاسوسی دو جانبه خیلی ید طولایی دارن و جاسوس های دو جانبه سرنوشت خوبی پیدا نمی کنن. بابا اگه جاسوس میخواید باشید یه جانبه باشید دیگه، هم به این طرف اطلاعات بفروشی هم به اون طرف، هم برای این جاسوسی کنی هم برای اون. کلن سیستم این ملی مذهبی ها و اینها ناملی البته، اینها کلن سیستمشون جاسوسی دو جانبه بوده در همون از اوایل تا به امروز. مثلا حالا میگفتیم توده یا جاسوس روسیه بودن، نمیدونم یه عده جاسوس آمریکا بودن، اینا جاسوس دو جانبه بودن اکثرشون. هم برای آخون جاسوسی کن هم برای آمریکا، هم برای به قولی اینجا تو بی بی سی جاسوسی کن هم توی طرفدار مدافع حرم باش این آقای عارف. یکی دیگه شون رو هم ببینیم و سریع ببندیم که خیلی برنامه طولانی داره میشه. اینم مصطفی تاج‌زاده هست، اینم یه دونه دیگه از اون زندانی سیاسی های تقلبی. ایران سیاستمداری باهوش، شجاع، تشکیلاتی، مجرب، صبور و دلسوز را از دست داد. آره تو که راست میگی، به قولی حالا یه چیز بد میخواستم بگم جلو خودم رو گرفتم. این زندانی سیاسیمون اینا ساخته شده است. زندانی سیاسی میسازن، اپوزیسیون میسازن، میفرستن خارج، مردم هم خوشحال هستن. ما اینجا وظیفمون هست که همه اینها رو نشون بدیم، به مردم بگیم دنبال رو اینها نیفتید. یک آلترناتیو و یک اپوزیسیون واقعی بیشتر وجود نداره و اون هم شاهزاده رضا پهلوی هست. تموم شد و رفت. هر کس دیگر رو دیدید از این عطا آشغال ها اومدن بیرون، باید بگید اول برو ته صف برادریت رو اثبات کن، بعد بیا همون اول بشین رو صندلی صف. بعد یه چیز دیگه دوستان، این قرار شد من بهتون کامنت ها رو هم نشون بدم عزیزان، بذارید بیام در اینجا. هان این رو هم بهتون نشون بدم. فدایان خلق اکثریت هم تسلیت گفتن. خب معلومه این توده‌ای ها و اکثریتی ها و این بی وطن ها که کشور رو به روز سیاه نشوندن تسلیت هم باید بگن. خاک عالم بر سرشون و بر سر طرفدارانشون. میایم اینجا، این ببینید این هشتگ یزدی رو که هشتگ داغ روز بود من جستجو کردم، ببینید اینجا هم تاپ هست، هیچ چیز رو هم دستکاری نکردم. میخوایم ببینیم نظرات ملت در این باب چی. ببینید تنفر ملی منقلی ها از پادشاهی پهلوی و حلواخوری بر سر گور یزدی قابل درکه. این نظرات ملت هست دوستان، تاپ کامنت، تاپ استاتوس به قولی. دیدی که چگونه گور یزدی گرفت، امیدوارم بقیه شون هم بگیره. لیلی نوشته. آیت الله تناسلی چند تا چیز نوشته، همه مخالف یزدی. ببینید تمام اینها و تمام این کامنت ها، ابراهیم یزدی با جهالت با لغو یک طرفه بیشترین خسارت رو به ایران زد. این کیه؟ این مریم زهدی که توییترش هم اپروف شده. حالا که
حالا که بازار عکس های کمتر دیده شده مرحوم یزدی داغه، این آبیه رو من دیدم دوستان شک کردم، بذارید ببینم. چون اینهایی که اکثرا تیک آبی میگیرن از این خارج نشینان چیز هستند، جا انداز رژیم بیشترشون هستند. البته بعضی توییترهای واقعی هم هست که تیک آبی دارن، ولی خب این تیک آبی گرفتن مراحلی داره. بذارید ببینم. حالا که بازار عکس های کمتر دیده شده مرحوم یزدی داغه، منم عکس مادرم رو در سفری که به عنوان خبرنگار با دولت موقت بازرگان همراه بود رو کنم. یکی به نل زده، یکی به میخ. بی بی سی پرشین جورنالیست، بفرمایید. دیدید که این همونجایی که شک کردم، واقعا من این رو اولین بار دیده بودم دوستان، ولی مثل عقاب در هوا میزنم این مزدوران رو. بله، بریم حالا توییت ابراهیم یزدی. خب حسن روحانی هم اومده و تسلیت گفته، معلومه دیگه، در همون روی تخت بیمارستان به قولی داشت رژیم رو برای حسن روحانی تبلیغ میکرد این یزدی. خب از تاریخ بیحقی این سرزمین تا اون زده، همین بس که انگل‌ها ابراهیم یزدی به جای محاکمه بازخواست به مرگ طبیعی در آرامش میمردند. خیلی از دوستان هم همین نظر رو دارن، میگن اینها نباید بمیرن و باید به محاکمه برسن. دوستان اینا تاپ کامنت هست عزیزم، میبینید که بالا قرار گرفته. طراح روز قدس، نشخارگر قدرت از کوزه ملت و آخر مذهب، پشت پرده رسوایی هواپیمای F-14 و ده ها خیانت دیگر مرد. بله، ابراهیم یزدی مرد. ببینید 489 تا لایک، 520 لایک، تاپ کامنت. اینا چند تا نمونه با این همین تاجزاده رو هم که بهتون نشون دادم. همه این دوستان، صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود این گونه بیان می کند، از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد بازپرس شده بود ابراهیم یزدی بود. دیگه ببینید کار به کجا رسیده. خلخالی جنایتکار از این شکایت می کرده که این تو همه کارها و جنایتها این بیشتر سهم می برده. واقعا این اهریمنان رو ما فراموش نمی کنیم عزیزان. این اهریمنان که کشور ما رو به روز سیاه نشوندند فراموش نمی کنیم و خوشحال هستیم از مرگشون. امیدوارم که این ویدیو رو هم به اشتراک بگذارید. یک کلیپ هم من خودم با عکس های یزدی و موزیک شاهرخ عزیز ساختم، این رو هم در ابتدا می بینیم. بذارید من کامنت های دوستان رو هم ببینم در اینجا. دوستان زیادی هم توی یوتیوب کامنت میذارن، یه بار برنامه زنده حتما توی یوتیوب خواهم گذاشت. درودی بگم به همه دوستان از پایین به سرعت. شیرین عزیز، شهاب عزیز، پروین عزیز، هادی عزیز، سعید عزیز، عاطفه عزیز، سروین عزیز، پروین عزیز، نانسی عزیز، سیاوش عزیز، پریای عزیز، پروین عزیز، چیستای عزیز، شهرام عزیز، محمد نقیب عزیز و بیایم ببینیم دیگر کدام دوستان، کاوه عزیز، بانو حسینپور عزیز، نادر پرویزی عزیز، به بالاتر بیایم، سامان عزیز و منیر عزیز. سپاسگزار از همه دوستان که برنامه رو دیدید. اگه کامنتی رو نخوندم پوزش میخوام، خیلی زیاد هست کامنت ها و بعد میام و در فیسبوک و یوتیوب به همه کامنت ها پاسخ خواهم داد. این موزیک رو هم بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم. خوشحال هم هستیم از مرگ این اهریمن ابراهیم یزدی. دولت از خفته باد اهریمن، خواه شفته باد اهریمن، به لبانت که گریه می طلبت، خنده نش گفته باد اهریمن، 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 از کف کوچه ها خیابان ها نفست رفته باد اهریمن، 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 اهریمن.
دلش نقطه